مثلا تا برای بهداری مراجعه بکنه داروی که دکتر نویسیده مثلا تره ده دارو اگه بنویسی چهار دارو ترگیر یا شش دارو ترگیر نه بعد یه دارو بره تهیه بکنه تا موقع تا دارو تهیه بکنه مریض هم بعد حالتر بیتن در آشار یک مهمتری چیزی که ما را سک رنج دنتن شه که ما را آزمایشگاه درست حسابی نیستیم یک آزمایش ساده ما باید راهی مهرستان ببینیم تا یه سفر مهرستانی که ما را بعد ما شما زانی که تا یه سفر سخت خطر مسیر خطرناکه و یه همه هزینه بکنیم بخاطر یک آزمایش ساده یه همه هزینه بکنیم بخاطر یک آزمایش ساده اساسی ترین نیاز بعد از امنیت یک مکان جغرافیایی وضعیت بهداشت آن است. امروز اومدیم به مرکز خدمات جامعه سلامت بخش آشار، بخش 20,000 نفری که با مشکلات کمبود نیرو انسانی و کمبود داروخانه و و و دست و پنجه نرم می‌کند. با ما تا انتهای این گزارش همراه باشید. مشکلات ما در بخش شهر آشار مشکل آنتن و جاده میباشد که به خصوص در موارد اورژانسی مادر باردار و یا موارد تصادفی که نیاز به اعزام داره برای هماهنگی به مشکل می‌خوریم. عمده کمبودهای مرکز ما در خصوص بحث نیروی انسانی و کمبودهای دارویی هست. اگر بخوام به ریز مطالب اشاره بکنم در مورد بحث تعداد مامای مرکز ما هست، با توجه به اینکه ما مرکزمون دارای تسهیلات زایمانی هست و با توجه به تعداد زایمانهایی که اینجا انجام میشه ما اینجا دو تا ماما داریم که این تعداد حداقل باید به 4 نفر افزایش پیدا کنه و ما کمبود داریم در خصوص تعداد ماما. گهگاهی ماما از سایر مراکز میان ما در خدمتشون هستیم. این یکی در مورد تعداد ماما هست. در مورد تعداد بهیار و عزیزانی که اینجا خدمات تزریق و خدمات به بیماران ارائه میدن، باز ما 2 نفر بهیار داریم. بهترینه که تعداد بهیارا با توجه به تعداد بیمارایی که مراجعه میکنن افزایش پیدا کنه تا بتونیم خدمات بهتری با سرعت بیشتر به بیماران ارائه بدیم. مورد بعد در خصوص پزشک است. این مرکز با توجه به جمعیت تحت پوشش مرکز 3 پزشکی است. یعنی هر روز باید 3 پزشک اینجا حضور داشته باشن تا بتونن بهترین خدمات رو با بالاترین کیفیت به بیماران عزیز ارائه بدن. ولی با توجه به اینکه مدتی هست این مرکز فاقد پزشک بوده، به صورت دوره‌ای از سایر مراکز پزشکان چند روزه اینجا حضور دارن و به ترتیب جاشون تغییر میکنه با پزشکان بعدی، که این امر باعث میشه بیماران مدت زیادی توی نوبت بمونن و به خاطر فشار بالای کاری ممکنه پزشک نتونه اونجور که باید وقت بذاره و خدمات مناسبی ارائه بده به بیماران. اگرچه من و تمام همکاران نهایت تلاشمون رو میکنیم که بهترین خدمات رو ارائه بدیم و آنچه در توان داریم برای مردم انجام بدیم. مورد بعدی مورد بحث تامین دارویی هست. یه تعدادی از داروها ما اینجا کمبود داریم تا داروهای پرمصرف هست. به علت تعداد زیاد بیماران این داروها علارغم اینکه مرکز بهداشت و شبکه در اختیار ما میذاره به سرعت تموم میشه. ما تقاضا داریم تعداد این داروها با توجه به تعداد بیمارا بیشتر به ما عرضه بشه. و مورد بعدی این که زمانی که این دارو در دسترس نباشه مردم مجبورن داروها رو از سطح شهر و از فروشگاه‌هایی که توی بازار هست تهیه بکنه، که اونم مشکلات خاص خودشو داره. ممکنه اشتباهاتی رخ بده، ممکنه دارو تاریخ گذشته باشه، ممکنه دارو اشتباه به بیمار داده بشه و عوارض جبران ناپذیری داشته باشه. و بهترین راهکار اینه که یا تعداد داروهایی که در اختیار ما قرار میگیره بیشتر بشه و یا با هماهنگی مسئولین در سطح شهر داروخونه‌ای تأسیس بشه که بتونه داروهای مورد نیاز مردم رو با بالاترین کیفیت و در شرایط عالی بهشون ارائه بده تا خدای نکرده مشکلی برای کسی پیش نیاد.